دیدگاه های خشونت آمیز اسلاوی جیژک اثر جان گری ترجمه و تهیه شده در آموزش کده ی توانا کمتر اندیشمندی بهتر از اسلاوی جیجک فیلسوف و نظریه پرداز فرهنگی اهل اسلوونی تضادهای معاصر سرمایهداری را نمایان کرده است بحران های مالی اخیر شکنندگی نظام بازار آزاد را نشان داده است نظامی که بنا به گفته مدافعانش در جنگ سرد پیروز شده بود با این حال هیچ چیزی که حتی شباهتی به آن پروژه سوسیالیستی داشته باشد که بسیاری در گذشته نچندان دور آن را جایگزین نظام سرمایهداری میدانستند نیز وجود ندارد آثار ژیژک که به روش های مختلف این وضعیت متناقض را آشکار می وی را به یکی از شناخته شده ترین متفکران عمومی جهان امروز تبدیل کرده است وی در شهر لیو بلیانا به دنیا آمده و تربیت شده در شهری که پس از فروپاشی فدراسیون یوگسلاوی سابق و استقلال اسلوونی در سال 1990 به پایتخت جمهوری خلق اسلوونی تبدیل شده است. جیجک تا به امروز در آمریکا، بریتانیا و اروپای غربی و نیز در خود اسلوونی مناسب و کرسی های دانشگاهی متعددی را به دست آورده است. حجم تولیدات نوشتاری شگفتانگیز وی، انتشار بیش از 60 جلد کتاب که از زمان نخستین اثر وی به انگلیسی تحت عنوان موضوع برین ایدئولوژی در 1989 تا به امروز به علاوه مقالات و مصاحبه های بیشمار او در کنار فیلم های چون جیجک 2005 و راهنمای سینما برای گمراهان و منحرفان 2006 به وی موقعیتی بخشیدند که دامنه آن بسی فراتر از حلقه صرفا دانشگاهی را در بر میگیرد. وی که شناخت خوبی از فرهنگ عامه و به ویژه از سینما دارد پیروان زیادی از میان جوانان و از جمله در بین نسل جوان کشورهای برآمده از کمونیسم برای خود جمع کرده است ژیژک صاحب نشریه است تحت عنوان ژورنال بین المللی مطالعات ژیژک که به کارهای او اختصاص یافته و در سال 2007 بنیانگذاری شده است خوانندگان این ژورنال از طریق فیسبوک در آن ثبت نام می کنند ژیژک در اکتبر 2011 سخنانی خطاب به تظاهرکنندگان کنندگان جنبش اشغال وار استریت در گردشگاه عمومی زوکاتی در نیویورک بیان کرد که پوشش رسانه ای گسترده یافت و فیلم آن در یوتیوب قابل دسترسی است. نفوذ گسترده ژیژک بدین معنی نیست که دیدگاه های فلسفی و سیاسی او را بتوان به سادگی تعریف کرد. وی عضو حزب کمونیست اسلوونی تا هنگام استعفا در سال 1998 بود و با این حال با مقامات عالی این تشکل سیاسی به خاطر دیدگاه های و آنچه بدعتگذاریش در سنت عقیدتی کمونیسم از جانب آنها تلقی می شد روابط سختی داشت در سال 1990 به عنوان نامزد حزب لیبرال دموکرات اسلوونی حزبی که می رفت تا تشکل سیاسی غالب سالهای 90 در این کشور باشد پا به عرصه کارزار انتخاباتی برای ریاست جمهوری این کشور گذاشت با این وجود فکرت های لیبرال غیر از اینکه چارچوبی مرجع برای نقد موزه هایی که از دیدگاه او مردود به شمار می روند در اختیارش بگذارند هرگز در شکل دادن به افکار او نقش دیگر ایفا نکردند جیجک در اوایل دهه هفتاد میلادی به جرم نوشتن رساله غیر مارکسیستی در باب مکتب فرانسوی ساختارگرایی مکتبی که در آن روزگار از نفوذ بالایی در فلسفه زبانشناسی مردمشناسی و روانکاوی برخوردار بوده است و ادعا داشته که رفتار و اندیشه انسانی نمونه است از یک نظام جهانی و اصول به هم مرتبط آن از سوی مسئولین اسلوونیایی از نخستین منصب تدریسی دانشگاهی خود اخراج شد اگرچه این قضیه به نوبه خود نشان دهنده محدودیت هایی بود که آزادی اندیشه مورد ادعای مقامات یوگسلاوی سابق در آن زمان از آن رنج می برد ولی کارهای بعدی خود ژیژک به این نکته اشاره دارد که قضاوت مقامات کشورش مبنی بر غیر مارکسیستی بودن سمتگیری فکری او در آن موقع درست بوده است ژیژک در ازای حجم بزرگ کاری که از آن روز تا به حال از خود به جای گذاشته است از به انتقاد از مارکس پرداخته به دلیل اینکه او را در ترد الگوهای فکری موجود به اندازه کافی رادیکال نمیدیده است و از سوی دیگر هگل را که نفوذ بسیار بیشتری بر او دارد به دلیل آمادگیش برای به کنار نهادن منطق کلاسیک و هموار کردن راه برای تفکری بسیار دیالکتیکتر می ستاید. با این حال در مجموعه کارهای ژیژک که نیاز به دور ریختن تعهد به عینیت گرایی در اندیشه گری اصلی که در گذشته راهنمای اندیشمندان رادیکال بوده است یکی از موضوعات مرکزیش به شمار می رود هگل نیز به خاطر آنچه ژیژک آن را پایبندی بیش از حد وی به اسلوبهای سنتی اندیشیدن مینامد به نقد کشیده شده است افکار از بسیاری از جهات در مقابل کار مارکس قرار میگیرد مارکس با وجود تمام دینی که به متافیزیک هگلی داشت اندیشمندی آزمونگرا بود که تراش داشت تا چارچوبی نظری برای جریان عینی توسعه تاریخی پیریزی کند مارکس بیش از آنکه که نگران ارائه دادن فکرتی انتظایی از انقلاب باشد دقدقه طرحی و پروژه انقلابی را داشت که بتواند دگرگونی های جرف و رادیکالی در روابط قدرت و در ساختار نهادهای اقتصادی آن به وجود آورد ژیژک توجه اندکی به این صور اندیشه مارکس از خود نشان میدهد شیجک که هدف خود را باز تولید نقد مارکسیستی اقتصاد سیاسی بدون انگاره عقیدتی نا کجا آبادگرایانه کمونیستیش به عنوان هنجار ذاتی آن قرار داده است بر این باور است که طرح قرن بیستمی کمونیسم دقیقا از آن جهت ناکجا آباد گرایانه بود که به اندازه کافی رادیکال نبود از دیدگاه ژیژک این درک خود مارکس از کمونیسم بود که بخشی از مسئولیت ناکامی را بر دوش میکشید انگاری مارکس از جامعه کمونیستی خودش همان توهم ذاتی سرمایهداری است یعنی فیلم نامه خیال پردازانه برای حل و فصل تضادهای سرمایهداری که مارکس آنچنان توانمندانه آنها را ترسیم کرده بود. شیجک در حالی که انگاشت مارکس از کمونیسم را رد می کند حتی یک صفحه از اثر بیش از هزار صفحه خود تحت عنوان کمتر از هیچی را به تشخیص و تعیین نظام اقتصادی یا نهادهای حکومتی که قاعدتا می بایست از ویژگی های جامعه کمونیستی دلخواه او به شمار بروند اختصاص نمی کمتر از هیچی که عملا چکیده است از آثار و افکار او تا به امروز در عوض تلاشی در جهت باز تفسیر مارکس از دیدگاه هگلی یکی از بخشهای این کتاب مارکس به عنوان خواننده هگل و هگل به عنوان خواننده مارکس نام دارد و باز تنظیم فلسفه هگلی بر پایه اندیشه روانکاو فرانسوی ژاک لاکان است. لاکان که خود پسا ساختارگرایی بود که قابلیت تسخیر واقعیت در زبان را مردود می دانست، این تفسیر متعارف از فکرت هگری نیرنگ خرد را نیز رد میکرد که تاریخ دنیا چیزی نیست مگر موجودیت بخشیدن به حیات بشری به واسطه ابزارهای غیر مستقیم خرد. همان گونه که جیجک پندار وی را خلاصه کرده است. لاکان بر این باور بود که نیرنگ خرد به هیچ وجه شامل این ایمان نمی که دستی نهان و رهنمود کننده مشارکت ناخردی و تمام احتمال پذیری ظاهری آن در صورت بخشیدن به تمامیت خرد را به نوعی تضمین خواهد کرد اگر چیزی را اصلا در بر بگیرد باور به نیرنگ خرد اعتماد و اعتقاد به ناخردی را شامل می شود بنابراین قرائت لاکانی پیام فلسفه هگل نه پیش روی و بروز ترقی آورنده خرد و خردگرایی در تاریخ که ضعف و ناتوانی خرد است پس هگلی که از لابلای کارهای جیجک بیرون می شباهت چندانی به آن فیلسوف آرمنگرای تاریخهای متعارف اندیشه ندارد معمولا فکرت هگل با این اندیشه درامیخته است که تاریخ منطقی ذاتی دارد که در آن فکرتها در عمل تجسم یافته و سپس در فرایند دیالکتیک عقب مانده تحت تأثیر بر این ساز فکرتهای ضد خود قرار می گیرند. با الهام از فیلسوف معاصر فرانسوی آلن بدیو جیجک فکرت دیالکتیک را رادیکال تر کرد تا رد اصل منطقی گویی را از آن استنتاج کند تا از این تعریف چونی نتیجه گیری کند که هگل به جای آنکه دست خردگرایی را در تاریخ در کار دیده باشد خرد را آنگونه که تا آن زمان تعریف شده و فهمیده میشد ترد کرده است به تعبیر ژیژک نوعی منطق تناقض شکن به طور زمینی در هگل نهفته است که بر اساس آن هیچ گزاره ای توسط ضد خود کاملا باطل نمیگردد و به پیشنهاد خود ژیژک همین منطقه نو است که کاملا متناسب با به دست آوردن درکی نو از سرمایه داری امروز به شمار می رود. جیجک سخنورانه می پرسد آیا سرمایه داری پسا مدرن نظامی بیش از پیش تناقض شکن نیست؟ نظامی که در آن در اسلوب های مختلف په همان زد په است نظامی که در آن نظم خود مرز شکن سرمایه داری چنان استیلا یافته که سرمایه داری می تواند حتی در غالب فرمان روایی کمونیسم هم دوام یابد و از این قبیل زیستن در واپسین اثار از سوی جیجک به عنوان اثری که با چنین شرایط و وضعیتی سر و کار دارد ارائه شده است در باب جان کلام کتاب خود جیجک می گوید پیشفرز زمین ساز این کتاب پیشفرز ساده است نظام جهانی سرمایهداری به نقطه صفر آخر زمانی خود نزدیک می‌شود. چهار اسب سوار آخر زمانی آن بحران زیست بومی، پیامدهای انقلاب بیوژنتیک، عدم تعادل‌های درونی خود نظام یا مشکلات ناشی از مالکیت معنوی، ستیزهای پیشرو بر سر مواد خام اولیه، آب و خوراک و رشد انفجاری گسرهای اجتماعی و محرومیت با ادعاهای فراگیر خود همراه با شیوایی سخنوری و بلاغت کرامیش چکیده ای که گفتم نمایانگر خلاصه گفتمان جیجک است آنچه وی تخت عنوان پیشفرز کتاب خود ترسیم می کند تنها از آن جهت ساده است که واقعیت تاریخی را نادیده می در حین خواندنش هیچ خواننده گمان نخواهد برد که کشتار میلیون انسان به دلایل عقیدتی و ایدولوژیک به کنار برخی از بدترین فجایع زیست بومی در قرن اخیر از تخریب طبیعت در اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا انهدام روستاها در چارچوب انقلاب فرهنگی ماو ما در چین در غالب اقتصادهای برنامه ریزی شده از مرکز به وقوع پیوستند. انهدام محیط زیست تنها در اثر نظام اقتصادی که امروزه بخش بزرگی از جهان را فرا گرفته است نبوده است اگرچه این موضوع میتواند درست باشد که سرمایهداری لاقل در نسخه غالب کنونی خود از دیدگاه زیستپومی ناپایدار است ولی از سوی دیگر هیچ دلیل و مدرکی نیز از قرن اخیر در دست نیست تا اطمینان دهد که محیط زیست در صورتی که نظامی سوسیالیستی جانشین سرمایهداری می شود، در وضعیت بهتری از امروز به سر می برد. با این حال نقد جیجک به دلیل نادیده گرفتن این واقعیت ها بدفهمی نیت اوست چرا که هدف جیجک برعکس مارکس بنا کردن نظریه پردازیش در قرائتی از تاریخ که ریشه در واقعیت های آن داشته باشد نیست همونطور که خود او در این رابطه می نویسد مقطع تاریخی کنونی ما را به رها کردن پرولتاریا و جایگاه پرولتاریایی مجبور نمی کند برعکس مقطع تاریخی کنونی ما را وادار می سازد تا پرولتاریا و جایگاهش را حتی فراتر از آنچه مارکس تصور کرده بود رادیکال کنیم و به سطحی وجودی برسانیم ما به انگاری رادیکالتر از سوژه پرولتاریایی نیاز داریم یعنی به سوژه ای و به موجودی بشری فکر کننده و عمل کننده سوژه ای که به سطح محو شونده اندیشیدگی دکارتی کاهش یافته از محتوای ذاتی خود محروم شده است فکرت های مارکسی در خدمت جیجک فکرت هایی که در نزد خود مارکس ابزاری بودند برای تشخیص واقعیت های اجتماعی به اصطلاح سوبژکتیو و ذهنی انگارانه تعهد انقلابی تبدیل می شوند آیا چنین فکرتهایی هایی اصلا و اساسا ربطی به واقعیت های دنیایی دارند یا نه برای جیجک مقوله خارج از موضوع محسوب می شون. با این حال در اینجای مطلب که می رسیم، به مشکلی برمیخوریم چرا باید کسی اصلا عقاید ژیژک را و نه عقاید دیگری را بپذیرد پاسخ این پرسش در این نوفته نیست که عقاید ژیژک به هر ترتیب از دیدگاه سنتی درست هستند خود او در این رابطه می نویسد حقیقتی که ما با آن در اینجا سر و کار داریم حقیقت عینی نیست بلکه حقیقتی است خود بنیاد و مرتبط با موضعگیری گیری خودمان بدین گونه حقیقت ذهنی ما حقیقتی است متعهد که نه با دقت اینیش که با تأثیر گذاریش بر موضع سوبژکتیو بشارت اندازهگیری و سنجیده می شود گزاره ای که گفتم اصلا اگر معنی هم داشته باشد آن معنی این است که حقیقت بر مبنای انتباق عقیده با طرحی که بشارت دهنده بدان متعهد است سنجیده و مشخص می گردد یعنی در مورد جیجک طرح انقلابی ولی چون این چیزی مشکل ما را تنها در سطح دیگری مطرح می سازد. چرا اصلا باید کسی طرح انقلابی جیجک را بپذیرد؟ از آنجا که محتوای طرح انقلابی جیجک به هیچ وجه آشکار نیست پاسخ دادن به چنین پرسشی نیز کار آسانی نخواهد بود جیجک کوچکترین تردیدی در این باور خیش نشان نمی دهد که جامعه ای که کمونیسم در آن پیاده شود از هر نوع جامعه ای که تا کنون وجود داشته است بهتر خواهد بود ولی از سوی دیگر در ترسیم چشمانداز شرایطی که چون این کمونیسمی بتواند در چارچوب آن پیاده شود نیز کاملا ناتوان است سرمایه داری تنها عصری در میان اعثار تاریخی نیست فرانسیس فوکویاما درست می گفت داری جهانی واقعا پایان تاریخ است برخلاف باور مارکس کمونیسم برای ژیژک وضعیتی به وجود آمدنی نیست بلکه همچنان که بادیا میگوید یک فرضی است انگاشتی با محتوایی مثبت که مقاومتی بنیادین و رادیکال را در برابر نهادهای غالب ممکن میسازد ژیژک آشکارا بر این باور که مقاومتی از این دست میبایست استفاده از وحشت و ترور را نیز شامل گردد پافشاری میکند فکرت برانگیزنده بادیو مبنی بر اینکه وحشت یا ترور آزادی را باید امروز از نو اختراع کرد یکی از ژرف ترین فکرت های پربصیرت او به شمار می رود است دفاع جانانه بادیو از دوران وحشت در انقلاب فرانسه را به یاد بیاوریم دفاعی که در آن بادیو با نقل قولی استفاده از گیوتین در مورد لاوازیه را بدین گونه توجیح می کند جمهوری نیازی به دانشمندان ندارد همسو با بادیو ژیژک به تجلیل از انقلاب فرهنگی مئو برخواسته است و آن را واپس این انفجار حقیقتا انقلابی قرن بیستم به شمار می آورد ولی با نقل قول از بادیو و نتیجهگیری فیلسوف معاصر فرانسوی در این زمینه ژیژک به انقلاب فرهنگی مائو به دید یک ناکامی نیز نگاه می کند و می گوید انقلاب فرهنگی حتی در بنبست خود شاهدی است بر ناممکن بودن رهاسازی حقیقی و فراگیر سیاست از چارچوب نظام تکهزبی. با تشویق انقلاب فرهنگی ما او باید آشکارا در پی شکستن چیرگی قدر قدرتی نظام تکهزبی میرفت. می رفت. خمرهای سرخ را نیز برای تلاشی که برای گسست کامل با گذشته از خود نشان دادند می ستاید این تلاش با کشتار و شکنجه در ابعادی نجومی همراه شد ولی از دیدگاه جیجک دلیل ناکامیش را باید در جای دیگری جست خمرهای سرخ به نوعی به اندازه کافی رادیکال نبودند آنها در حالی که ترد گذشته را تا نهایت انتظایش پیش بردند ولی هیچ طرحی نو نیز از اشتراک جمعی ابدا نکردند یک انقلاب اصیل در شرایط کنونی و یا در هر گونه شرایطی که همکنون بتوان متصور شد ناممکن به نظر میرسد با این حال خشونت انقلابی باید به عنوان خشونتی رستگار کننده و حتی الهی ستوده شود در حالی که جیجک خود را یک لنینیست میخواند تردید نیست که چون این تعریفی برای رهبر بلشویک ها به مسابه لعن و نفرین محسوب می لنین ترسی در بکارگیری وحشت برای ارتقاء کمونیسم و اهداف آن مقصودی که از دیدگاه وی عملا دست یافتنی به شمار میرفت به خود راه نمیداد. خشونت کمواره به عنوان راهبرد سیاسی مورد استفاده قرار می گرفت ذاتا ابزاری کارآمد محسوب می شد در تباین با چنین موضعی و گرچه قبول دارد که خشونت در دستیابی به اهداف کمونیستی خود ناکام بوده و چشمندازی نیز برای رسیدن به چنین اهدافی از این راه در میان نیست با این حال بر ارزش ذاتی خشونت به عنوان بیان نمادین سرکشی و تمرد پافشاری می کند موضع گیری که هیچ موضع موازی برای آن نه در نزد مارکس و نه در پیش لنین نمیتوانی پیشینه این نوع نگرش را میتوان در آثار روانپزشک فرانسوی فرانس فانون یافت که از استفاده از خشونت در برابر استعمار به عنوان ابزاری برای اظهار هویت سوژه استعمار زده دفاع می کرد ولی حتی فانون هم به چنین خشونتی به عنوان بخشی از مبارزه برای رسیدن به استقلال ملی نگاه میکرد. هدفی که نهایتا نیز عملا محقق گردید پیشینه گویاتر از این گونه نگرش را میتوان در کارهای نظریه پرداز اتحادیه فرانسوی جورج سورل یافت سورل در اثر خیش تخت عنوان تعملی در باب خشونت 1908 استدلال می کند که کمونیسم اگرچه افسانه ای آرمان شهری است ولی استوره است ارزشمند در برانگیختن و الهام بخشیدن به شورشی احیاگر بر علیه فساد جامعه بورژوایی تقارن میان این نگرش و دیدگاه جیجکی خشونت رستگار کننده و الهام گرفته از فرضیه کمونیست به اندازه کافی گویا به نظر می رسد. وی با مارکس و با این باور او که خشونت می تواند به عنوان بخشی از مبارزه میان طبقات اجتماعی برخوردار از تعریفی عینی توجیه شود زاویه پیدا می کند. مبارزه طبقاتی را نباید به عنوان تضاد میان عواملی مشخص در درون واقعیت اجتماعی فهمید. مبارزه طبقاتی تفاوت میان این گونه عوامل نیست تفاوتی که بشود آن را به کمک تحلیل دقیق اجتماعی تجزیه و ترسیم کرد که تزاد و ستیزی است که به این گونه عوامل شکل و بنیاد میدهد با اعمال این نگرش در قالب تحلیل خود از یورش استالین به طبقه دهقان ژیژک چگونگی ناکارآمد شدن و تار شدن تفاوت میان دهقانان مرفه یا کلاکها و دیگر کشاورزان را این گونه ترسیم می کنند. در شرایطی که فقر همه شده بود، شاخص های و متمایز کننده دیگر کارایی خود را از دست دادند به مقاومت در برابر اشتراکی سازی اجباری مالکیت برخواستند. در پاسخ به این وضعیت بود که مقامات شوروی قشر جدیدی در طبقه بندی دهقانان وارد کردند. آن لایه از اقشار دهقانی را که گرچه بیش از آن فقیرند که کولاک محسوب شوند ولی در ارزش های خیش با دهقانان مرفه و ثروتمند شریکند به عنوان زیر مجموعه کولاک ها تعریف کردند بدین ترتیب هنر تشخیص و شناسایی کولاک که دیگر کاری با تحلیل عینی اجتماعی نداشته به نوعی به تعبیر و تعبیل پیچیده سوء زن تبدیل شد که به کمک آن میشد گرایش های سیاسی حقیقی افراد را در پس و در لابلای بیانات عمومی گمراه کننده آنان تشخیص داد توصیف کشتار دست جمعی به عنوان نوعی تمرین تعویل هرمنوتیک چندشاور و مسحک است چون این توصیفی از ویژگی های کار جیجک نیز به شمار می رود جیجک استالین را به خاطر سیاست اشتراکی کردنش نقد می کند ولی کاری به کار میلیون ها انسانی که در این راه با خشونت هرچه تمامتر از بین رفتند ندارد آنچه جیجک در استالین به نقد می کشد دلبستگی طولانی و هرچند متناقض و ریاکارانه او به مفاد به اصطلاح علمی مارکسیستی است از دیدگاه انتقادی جیجک اتکاع به تحلیل اجتماعی عینی به عنوان راهنمایی در شرایط انقلابی یک اشتباه است مقطعی میرسد که باید در این فرایند با مداخله همه جانبه و بیرحمانه ذهنیت و سوبژکتیویته میان برزد. جیجک نه از استفاده استالین از شکنجه و جبر مرگبار که از تلاش وی برای توجیه استفاده از خشونت بر اساس نظریه مارکسی انتقاد می کند و آن را محکوم می کند. توضیح مشارکت بحث بر انگیز فیلسوف آلمانی مارتین هایدگر در نظام نازی جیجک می نویسد مشارکت وی در نظام نازی نه یک اشتباه ساده که قدمی درست در مسیری نادرست بود برای جیجک و برخلاف بسیاری از ناظران و صاحب نظران و تفاسیر آنها هایدگر یک واپسگرای رادیکال نبود قرائتی غیر متعارف از هایدگر به خواننده این امکان را میدهد تا متفکری را کشف کند که در مقاطعی به طرز عجیبی به کمونیسم نزدیک بود و به راستی هایدگر را میتوان در میانه دهه سی میلادی به عنوان یک کمونیست آتی و در حال تکوین ترسیم و توصیف کرد اگر هایدگر به اشتباه پشتیبانی از هیتلر را برگزید، اشتباه وی را نباید در دست کم گرفتن خشونتی جست که هیتلر میرفت تا به شکلی افسار گسیخته رها سازد. مشکل هیتلر این بود که وی نه به اندازه کافی خشم بود و نه خشونتش به اندازه کافی ذاتی بود. هیتلر به معنی دقیق کرمه اهل عمل نبود و تمام اعمارش اکسر عمل بودند. چرا که وی دست به عمل شد تا هیچ چیزی به معنی دقیق کلمه تغییر نکند نمایش قول پیکر انقلاب نمایی را به صحنه آورد تا هیچ چیزی در نظام سرمایهداری عوض نشود و این نظم به بقای خود ادامه دهد مشکل اصلی نازیسم این نبود که در غرور ذهننگارانه و پوچ باورانه خود در اعمال قدرت مطلق زیاده روی کرد مشکل اصلی نازیسم این بود که تا آنجا که میتوانست پیش برود پیش نرفت مشکل اصلی آن این بود که خشونتش ایفاگری نقشی ضعیف بیش نبود نقشی ناتوان که نهایتا هم در خدمت همان نظمی باقی ماند که از آن متنفر بود بنابراین و همونطور که بعدا در مورد خمرهای سرخ و در تجربه آنان با انقلاب مطلق رخ میدهد به نظر میرسد که مشکل نازیسم از دیدگاه ژیژکی این بود که نهایتا در خلق گونه نو از حیات جمعی ناکام ماند جیجک در رابطه با ذات این حیات نو در صورتی که آلمان به نظامی سپرده میشد که به تعبیر او مانند نازیسم ضعیف و اکسل عملگرایانه عمل نمی کرد چیز زیادی نمی گوید با این حال وی سراحتا اعلام می کند که در چنین حیاتی جایی برای یک نوع به خصوص از هویت بشری وجود نخواهد داشته خیال پردازانه بودن یهود ستیزی در بیانی که به هیتلر نسبت داده می شود آشکار می گردد. باید یهودی را که در ما هست بکشیم این بیان هیتلر بیش از آنچه خود او قصد گفتنش را داشت گویاست برخلاف خواست باطنی هیتلر آنچه بیان وی تایید می کند این است که نایهود به یهود سامی ستیز برای تثبیت و حفظ هویت غیر یهود خود نیاز دارد بنابراین نه تنها یهود در درون ماست که آنچه هیتلر به طرز سرنوشت فراموش می اضافه کردن این است که خود او نیز به عنوان یک یهود ستیز در درون یهود است چون این همزادگی متناقضی چه معنایی می برای سرنوشت یهود ستیزی در پی داشته باشد تشویش برخی عناصر چپ رادیکال در محکوم کردن بی ابحام یهود ستیزی جیجک را بر آن می تا سراحتا آن را سانسور کند با این وجود سخت بتوان این ادعای او مبنی بر اینکه هویت های یهود ستیزان و یهودیان متقابلا تقویت کننده یک را درک کرد ادعایی که کلمه به کلمه در اثر او تخت عنوان کمتر از هیچی بارها تکرار شده است مگر در تنها دنیای آری از یهود ستیزی که بتوان متصور شد یعنی در دنیای آری از یهود تفسیر جیجک چه در این رابطه و چه در ارتباط با موضوعات دیگر کاری آری از دشواری نیست از یک سو لفاظی مفرت او را داریم که قرائت کامل جریان سیلاسای متن ژیژکی را ناممکن می سازد و سوی دیگر ارجاعات گنگ و دانشگاهی و اشارگونش به متفکرین دیگر بیانی سهرامیز و هنرمندانه به زبان مورد استفاده می دهد به ازان خودش ژیژک اصطلاح خشونت الهی را از نقد خشونت 1921 والتر بنیامین وام گرفته است اینکه والتر بنیامین متفکری که با مکتب مارکسیزم بشردوستانه فرانکفورت پیوند بسیار تنگی داشت جنون ویرانگر انقلاب فرهنگی ما او یا خمرهای سرخ را الهی بداند تردیدآمیز به نظر میرسد ولی چون این چیزی فرع بر موضوع است چرا که ژژک با استفاده از اصطلاح ابداعی بنیامین توانسته هم از خشونت دفاع کند و هم مدعی شود که خشونت مورد نظر و ستایش او خشونتی است در معنای ویژه و چنان مرموز و پیچیده که گاندی را هم می شود در قالب تعریفی آن از هیتلر خشنتر معرفی کرد اضافه بر این لودگی حرافانه ژیژک خواندن او را سختتر نیز کند. مجازی شدن سرمایه داری نهایتا همان است که در فیزیک ذرات در مورد الکترون شاهدش هستیم جرم هر ذره اولیه ترکیبی است از جرم ایستای آن به علاوه مازاد جرمی که شتاب حرکتش به آن می دهد. در حالی که جرم ایستای یک الکترون صفر است مازاد جرمی آن مولود شتاب حرکتش است مثل چیزی که هیچ نبوده ولی با چرخش جادوییش به مفرت خود رسیده و جرمی کازه پیدا کرده باشد نمی شود این را خواند و ماجرای آلن سوکال را به یاد نیاورد ماجرایی که در آن سوکال استاد فیزیک در یک کلاه برداری مقاله تخت عنوان مرز شکنی به سوی تعبیر و تعبیل دیگر دیسانه گرانش کوانتومی به یک نشریه مطالعات فرهنگی پس و مدرن ارسال کرده بود به همین ترتیب سخت بتوان عبارتی که گفتیم یا های ژیژکی را خواند و به این فکر نیفتاد که وی خواسته یا ناخواسته به تقلیدی مسخر آمیز از خود مشغول است برخی وسوسه شدن تا ژیژک را به عنوان یک فیلسوف ناخردگرایی محکوم کنند فیلسوفی ناخردگرا که ستایشش از خشونت بیش از آنکه نشانگر تعلق وی به چپ رادیکال باشد یادآور راست افراطی است گاه اهانت آمیزند و گاه مستهجن مانند مواقعی که وی درباره هیتلر می نویسد که او خودش در یهود حضور داشت در رجزخانی ستایش آمیز او در باب وحشت نوعی سبکسری تمسخر به چشم میخورد خورد که بیش از اون که یادآور هیچ یک از متفکرین سنت مارکسی باشد، خاطره آینده نگر ملیگرای افراطی ایتالیایی گابریل دانونزیو و همسفر فاشیست و سپس ماویستش کورزیو مالاپارته را زنده می کند ولی قرائت محتمل تر دیگری نیز از ژیژک وجود دارد که از وی چهره مرید را به دست می دهد که نه مقلد فلسفی و هنری راست است و نه پیرو مارکس و لنین اینکه برداشت مارکس از کمونیسم همون توهم ذاتی سرمایه داری باشد یا نه برداشت ژیژک از کمونیسم صرف نظر از اینکه به جز نقد و ترد انگاشت های اولیه هیچ گونه محتوای مشخصی ارائه نمی دهد با اقتصادی مبتنی بر تولید متداوم کالاها و تجارب جدید که هر یک قاعدتا باید با آنچه پیش از آن برآمده بود متفاوت باشد کاملا مطابقت دارد در حالی که نظم قالب سرمایه داری خودش از مشکلاتی که در آنها گیر کرده آگاه بوده ولی از ارائه بدیل های عملی برایشان عاجز است رادیکالیزم بی سر و ته مطلوب فرهنگی است که مات و مبهوت در برابر شکنندگی خیش به تماشا ایستاده است این که چون این همشکلی میان تفکر جیجکی و سرمایه داری معاصر به وجود آمده باشد جای تعجب ندارد هرچه باشد تولید متفکری همچون جیجک تنها از پس اقتصادی همانند آنچه امروز وجود دارد ساخته است نقشی که جیجک به عنوان یک اندیشگر عمومی جهانی ایفا می کند برآمده از بطن دستگاهی رسانه‌ای و شهر پرور است که خود بخشی لاینفک از الگوی توسعه سرمایهداری کنونی است در شاهکاری شگفتانگیز و لبریز از زیاده تولید گرانه ژیژک موفق به نقد خیال پردازانه ی نظم کنونی شده است نقدی که مدعی ترد هران چیزی است که امروزه وجود داشته و به یک معنا موفق به ترد همه آنها نیست شده است ولی در این حال همان دینامیزم بیمقصود و اجباری را که در عملکرد سرمایه‌داری مشاهده می کند باز تولید می نماید. با تحقق بخشیدن با محتوای کاذب از طریق تکرار بیپایان بینشی ذاتا توخاری آثار ژیژک که خود به خوبی نمایانگر اصول منطق تناقض شکن ژیژکی باشند نهایتاً به چیزی جز کمتر از هیچی ختم نمی شود. شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی ادساین توانا مراجعه کنید.